سوال اینه، میگن که در چه شرایطی به فردی که خیانت کرده اعتماد کنیم و به او فرصت مجدد بدیم؟ در واقع راهکار اصولی اتمام رابطه. نه این متفاوته، ببخشید. در چه شرایطی به فردی که خیانت کرده اعتماد کنیم و به او فرصت مجدد بدیم؟ خب اینم که ماشاءالله گل و بلبل دیگه، الان از مشکلاتیه که نقل و نبات تو کشور ما. ما چطوری به فردی که بهمون خیانت کرده اعتماد کنیم و بخوایم بهش دوباره فرصت بدیم؟ ببینید، شما چند تا گام رو باید برده. اگر تو مرحله اولا به نظر من به عنوان روانشناس، خب خیانت یک معجزه است در زندگی انسان، برای اینکه معایب زندگی شما رو فاش میکنه. یعنی اگه شرح صد داشته باشی، ظرفیت داشته باشی، دلتو دریا کنی، یا من متوجه شدم که این اتفاق تو زندگی افتاده، یه خبری هست، یه مشکلی هست که این اتفاق افتاده دیگه. خب کشتی تایتانیک با اون عظمتش وقتی میره زیر آب، یه مشکلی داره که کشتی با اون عظمت میره زیر آب دیگه. و شما میگه ای من، ما عشقمون چنین بود، ما 10 سال ازدواج کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. آقا جون، اون کشتی تایتانیک هم فکر میکنه هیچ مشکلی نداره، ولی یه خبرایی بود که کشید اون کشتی رو زیر آب. به خاطر همین ما میگه معجزه خیانت. چرا؟ برای اینکه خب شما متوجه یه ضعفایی تو رابطت میشی، یه اشکالایی هست. حالا این اشکال ممکن از همسرت باشه که پاش رفته رو پوست موز سکندری رفته، یا اشکال از خودته، یا اشکال از رابطتون، هر جفتتونه. به هر حال اگه شما زرنگ باشی، بلا فاصله شستت خبردار میشه، میگه آها یه چیزی هست تو این رابطه. من اگه خیلی تیز و بزرم زرنگم، بیام اون اشکالها رو پیدا کنم، اینم که کجای کار رابطه من میلنگه که این اتفاق افتاد. خب دو دستی میزنیم تو سرمون، میگیم وای خاک بر سرم، بدبخت شدم. نه بدبخت نشدم، میگم خاک تو سرم، ولی به جایی که بگم خاک تو سرم، نه خاک تو سرم نگید، به خودتون احترام بذارید، respect yourself، به خودتون احترام بذارید. ولی بیاید ببینید که اشکال کار کجاست. خدایی چی شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ what happened to me؟ چه اتفاقی افتاده؟ what's wrong with me؟ چه مرگم بوده؟ چه مشکلی داشتم من، یا زندگیم، یا رابطم، که اینطوری شده؟ خب و همسر من رفته سراغ یکی دیگه. اینو باید پیداش کنیم. خب ببینیم داستان چیه. این یک. پس اولین گام پیدا کردن ریشه های مشکله. ببینیم اشکال کار کجا بوده. مثل یک دانشمند خونسردیتون رو حفظ کنید. میدونم الان شما این شعار نده بابا، نه شعار نمیدم، من دارم اصول درست مقابله با یا کنار اومدن با خیانت رو به شما دارم میگم، که ما چطوری میتونیم در واقع این اعتماد رو دوباره برگردونیم. بعضی ها میگن کسی که خیانت کرد دیگه اون زندگی درست بشو نیست، تمام، انا لله و انا الیه راجعون، تموم شد دیگه. مثلا کاغذی رو که موچالش کنی، هر چقدر هم صاف کنی، هم اتو کنی، بازم این صاف نمیشه دیگه تموم شد. آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، دیگه فایده نداره. اما ما میگیم که چرا فایده داره. روانشناسا میگن که معجزه خیانت، و شما میتونید یک رابطه زیباتر، عالیتر، بهتر و پایدارتر بسازید، یه رابطه قدرتمندتر بسازید با مشاهده خیانت. خب پس بیایم اولین کاری که میکنیم ریشه هاشو پیدا کنیم، ببینیم که اشکال کار کجا بوده. حالا اینو هم خودمون میتونیم بشینیم فکر کنیم مثل یک دانشمند، بریم تو بحرش که خدایا چرا این اتفاق تو زندگی من افتاد، سهم من بشین 20 تا از دلایل، 20 تا از اشتباهات خودت رو و سهم خودت رو تو این داستان در بیار.
20 تا بنویس، کمتر از 20 هم نه، بشین فکر کن خب و ببین که تو چه کوتاهی هایی داشتی، چه اشتباهاتی داشتی. Do your part، سهم خودت رو انجام بده. خب این یک. بعد بیا سهم اونو بکش بیرون، ببین سهم او چی بوده در این خیانت و باهاش حرف بزن در یک فضای امن. بگو برای من، بگو من که میخوام تو بکشم، که من میخوام بدونم که چی شد که این اتفاق افتاد، تو چه اشتباهاتی کردی، به من بگو در یک فضای امن، ایمن، آرام فرصت حرف زدن بده، بذار حرفاشو بزنه، بذار بگه. خب گاهی اوقات اتفاقاتی میفته تو زندگی یا افتاده در زندگی همسر ما که خب باعث شده که اون اتفاقات الان باعث بشه این مشکل الان به وجود بیاد. مثلا من موردی رو داشتم وقتی که اومدن تو دفتر من، اون خانم وارد دفتر مشاوره شد، گفت آقای محمدی من میتونم تنها صحبت کنم؟ از همسرش خواهش کردم که بره بیرون و روسریشو برداشت، دیدم تمام سرش و موهاشو قیچی کرده اون آقا. گفت از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از اون منو کتک میزد برای اینکه اون آقایی که من باش ارتباط دارم پیدا کنه و بالاخره هم پیداش کرد اون آقا رو. و بعد اون خانم گفتش که آقای محمدی من از سن 3 سالگی 4 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. خب یعنی هر کی از راه رسیده یه بلایی به سر این بچه آورده، به سر این خانم آورده، از پدر شوهرش که حالا میشد مثلا نسبت فامیلی داشتن از بچگی، تا برادر شوهرش، تا پدرش، تا برادرش، تا داییش. اوه اصلا یه وضعیت وحشتناکی بود. بیا و ببین، میگفت من از 3 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم، من فرزند تجاوزم و هر کی از راه رسیده یه بلایی به سر من آورده و یه ناخونکی به من زده. من 3 سالم بود، چه میدونستم، چی میفهمیدم؟ من اومدم 14 سالم شد، اونم 15 سالم شد، منو نامزد کردم مثلا با پسر خالم، بعد برادر پسر خالم قبلا با من مثلا رابطه داشت فلان، و من دیگه افتاده بودم توی ورطه‌ای که نمیتونستم دیگه ارتباط برقرار نکنم، یعنی اونا اذیتم میکردن و مریض شده بودم. اگر میرفتم خونه اونها و اونها با من ارتباط برقرار نمیکردن، من اضطراب میگرفتم تا یکیشون بیاد من گیر بندازه، یه بار منو بغل کنه، من اضطرابم فروکش میکرد، مریض شده بود دیگه. خب ببین آقا، ما باید علت رو پیدا کنیم، چرا این زن اومده خیانت کرد، چرا اون مرد میره خیانت میکنه، یه دلایلی داره دیگه. دلایلشو نفهمی همینجوری هی دور خودت میچرخی، هی استراب داغون میشه، هی دلاشوبه آشفتگی، که چی صحبات، به کجا میخوای برسی تا قیام قیامت مضطرب شو به پر بالا پایین مثل اسمم؟ مشکلی حل نمیشه، باید ریشهشو پیدا کنی. 20 تا اشتباهی که خودت کردی، 20 تا اشتباهی که اون انجام داده، اونا رو همه رو میچشی بیرون. خب پس پیدا کردن دلایل این مشکل. گام بعدی اینه که شما اگر تو اوایل این خیانت هستی، بری سراغ اون کسی که وارد زندگی شما شده. مثلا آقایی با خانم وارد رابطه شده، باید این خانم در اوایل رابطه اونها میگم آن بره مستقیم بشینه با اون خانم حرف بزنه. خب همین دو سه هفته پیش من کشتیار یه خانم شدم که بابا برو با اون خانمی که وارد زندگیت شده حرف بزن، نمیرفت، اون اعتماد به نفس رو نداشت، ولی بوده خانمی رو فرستادم خیلی محکم، ملکه، باوقار، پرنسس، با اون خانم قرار گذاشته، بهترین لباس رو هم پوشیده، رفته نشسته، سوال گفته چیه داستان، چی شد که تو اومدی تو زندگی من، برای من تعریف کن. چون مردا میرن یه سری دروغ و خالیبانی سرهم میکنن به اون طرف جدید،
دروغ میگن. مثلا میگن، مثلا همین یک دو هفته پیش بود یه مورد اینجوری داشتیم، آقا رفته بود گفته من سینگلم، من اصلا مجردم، من اصلا زن ندارم. بعد اون خانم که تماس گرفته بود گفته بود که ای واقعا شما زنش؟ گفته بابا من زنشم، تو من باورم نمیشه، باورت نمیشه. خب عکسای مثلا عروسیمو برات بفرستم. خب آقایون میرن یا مثلا اون زن اولیه رو، زن خودشون رو خیلی خراب میکنن، بدگویی میکنن، حرفای چپرچلاق میزنن و ذهن اون مخون طرف ها میزنن که آره مثلا من الان توی جهنم نقش قربانی رو بازی میکنن که آره من الان دارم نابود میشم، داغون میشم توی این رابطه و اینها، زن من چه بلاهایی به سر من میاره، مثلا با من رابطه جنسی نداره، مثلا بد اخلاق فلان، این چیزا میگن، مخون طرف ها شستشو میدن. بعد اونم که هیچی دیگه فکر میکنه حالا مثلا چه خبره، الان دیگه مثلا اون خانم دومه اومده مثلا نقش سوپرمن و سوپر وومن رو میخواد بازی کنه، اسپایدر وومن رو میخواد بازی کنه، خواهد بیا زندگی اینو نجات بده، اینطوری میشه. خب پس اون خانم باید بره محکم بشینه اوایل اون رابطه، میگم بشینه حرف بزنه یه چی داستان. اگر اون مرد واقعا از زندگی شاکی باشه، اون آقا چه جلوی اون خانم چه پشت اون خانم یه حرف میزنه، مثلا که من تو رابطه جنسی با این مشکل دارم مثلا. خب اینجوری نیستش که جلوی اون خانم چیزه خانم خودش که حالا اومدن نشستن صحبت کردن کپ کنه یا بگه نه من که این حرفا رو زدم فلان. پس گام دوم اینه که شو اول پیدا کردن اون ریشه ها، دوم میری با اون طرف صحبت میکنی، سوم این آقا باید جبران کنه یا اون خانوم باید جبران کنه. به هر حال این خانومی که الان شاهد خیانت بوده، کارش کشیده به روانشناس، روانپزشک، نمیدونم متخصص قلب، حالش بده، باید تمام هزینه ها رو بده. اگر این خانم الان میره پیش روانشناس باید پول درمانش رو بده. خب نمیشه که شما مثلا با ماشین داری میری بهت میگن آقا ترمزت مشکل داره ها، نه هیچی نمیشه، یهو میزنی به کوه، دو نفر قطع نخایی میشن، شما ببخشید معذر، ببخشید با هم یه بخشید حل میشه؟ نمیشه که، باید جبران کنه. خب جبران و بعدش هم زمان، زمان بدید به طرف که بتونه مسئله رو در واقع یه جورایی کنار بیاد و هضم کنه. خب تا جلسه آینده روز جمعه شما رو به خدای بزرگ متعال میسپاریم. شاد باشید، با خدا باشید، تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به سایت ما مراجعه کنید، www.drmuhammadinia.com، سایت یوتیوب ما، کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید که از صدها ویدیو رایگان میتونید بهره ببرید، و کانال At Beautiful Life 110 و همینطور کانال آپارات بنویسید، محسن محمدینی آپارات، که داخل ایران دیگه راحت میتونید ببینید ویدیوها رو دیگه، یه یوتیوب نیست که نتونید. در دوره زن کامل ما شرکت کنید، درسته دو سه جلسه گذشته ولی میتونید همچنان به کلاس بپیوندید چون کارگاه آنلاینه، از همه سراسر جهان شرکت کردن تو این کارگاه، میتونید شما هم شرکت کنید و از این کلاس بهره ببرید. پکیج پذیرش رو حتما تهیه کنید، سیاست‌های زنانه و دیگه چی داریم؟ برید سایت ببینید دیگه. انشاءالله شاد و سرفراز باشید، تا روز جمعه در خدمت شما هستیم با بحث تله‌های زندگی.